فکر نمی کنم تو کل دنیا شخصی پیدا بشه که دلش بخواد چشمش این بزرگترین و مهمترین نعمت الهی و این حساسترین عضو بدنش رو زیر تیغ جراحی بفرسته. آب مروارید، این معضل و کابوس این روزهای ما که خیلی از ماها و یا پدر و مادرهامون باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. اگه شما یا عزیزانتون به تازگی بنا به تشخیص پزشک متوجه آب مرواری تو چشماتون شدین، نگران نباشید. با استفاده از این ویدیو که از طریق مقالات و سایت‌های معتبر جمع‌آوری شده، ما به شما بهترین و آسان‌ترین راه‌های خونگی رو پیشنهاد می‌کنیم که از طریق اون میتونید آب مروارید رو در مراحل اولیش به طور کامل از بین ببرید. سلام و درود دوستان عزیزم در کانال راز سلامتی با کپسول. آب مروارید یک بیماری شایع چشمیه که معمولاً در افراد سالخورده بروز میکنه. افرادی که بیش از 60 سال سن دارند اغلب دچار تاری دید میشن و دلیل چنین اختلالی چیزی جز آب مروارید نیست. البته افرادی هم هستن که با سنین پایین تر به این معضل دچار میشن. این بیماری میتونه یک یا هر دو چشم رو تحت تأثیر قرار بده. شاید شگفت زده بشید اگه بدونید که آب مروارید علت اصلی نابینایی در جهانه. میپردازیم به این که علت بروز آب مروارید چیه؟ عدسی‌های چشم ما عمدتاً از آب و پروتئین تشکیل شده. این پروتئین به گونه‌ای تنظیم شده که عدسی رو شفاف نگه می‌داره و اجازه میده نور از طریق عدسی عبور کنه. اما با بالا رفتن سن، پروتئین در عدسی چشم توسعه پیدا می‌کنه. ابتدا قسمت کوچکی از عدسی رو تحت تأثیر قرار میده، اما همونطوری که زمان می‌گذره، ممکنه بر کل عدسی تأثیر بذاره و بینایی فرد با مشکل روبرو بشه. مورد اول، سن. سن شایع ترین علت بروز آب مرواریده، اما به غیر از اون دلایل دیگه هم وجود دارن که در اثر اونها ممکنه چشم هاتون دچار آب مروارید بشن. اختلالات پزشکی. آب مروارید ممکنه به علت برخی اختلالات خاص پزشکی از جمله دیابت رخ بده. این بیماری به دلیل فشار خون بالا و چاقی نیز رخ میده. داروها. اگه شما از داروهایی مثل کورتیکواستروئیدها استفاده می کنید، احتمال داره که مبتلا به آب مروارید بشید. مورد بعدی، سیگار کشیدن و مصرف الکل. اگه شما با مصرف الکل و سیگار به طور مرتب به بدنتون آسیب وارد می کنید، احتمال داره که آب مروارید به زودی شما رو مبتلا کنه. مورد بعدی، کمبود ویتامین. کافی نبودن مقدار بتاکاروتن، سلنیوم، ویتامین C و E در بدن شما میتونه سبب بشه که مستعد ابتلا به بیماری آب مروارید باشید. تابش. پرتوهای اشعه ماورای بنفش خورشید یکی دیگر از علل بروز آب مرواریدن. اشعه مایکروویو و اشعه X نیز میتونه منجر به بروز آب مروارید بشه. مورد بعدی، مادرزادیه. برخی از نوزادان با آب مروارید متولد میشن. این اتفاق ممکنه به علت برخی از عفونت‌ها در رحم یا به علت رشد نامناسب نوزاد در رحم ایجاد بشه. علائم آب مروارید چیه؟ آب مروارید در صورتی که در مرحله اولیه تشخیص داده نشه میتونه به نابینایی منجر بشه. بنابراین خیلی مهمه که شما علائم اون رو بدونید و برای درمان مناسب جهت جلوگیری ازش اقدام کنید یا حتی مانع از پیشرفتش بشید. علائمش عبارتند از زوال تدریجی در قوه بینایی. ممکنه نور خورشید یا لامپ بیش از اندازه چشماتون رو بزنه. رانندگی در شب براتون دشواره. دید تار و مبهمی خواهید داشت. ممکنه دید دو چشمی داشته باشید. همچنین ممکنه لازم باشه که به طور مرتب عینکتون رو عوض کنید. محو شدن رنگ‌ها رو نیز تجربه می‌کنید. افراد مسن‌تری که دچار آب مروارید هستند ممکنه نزدیک‌بینی رو نیز تجربه کنند. تغییر رنگ مردمک چشم و همچنین حساس شدن چشم شما به نور شدید. درمان‌های خونگی برای رفع آب مروارید.
برای مرحله پیشرفته آب مروارید، یعنی زمانی که فرد برای دیدن و انجام فعالیت‌های روزمره مثل خوندن، رانندگی، دید در شب و غیره با مشکل مواجهه، جراحی توصیه میشه. آب مروارید یک بیماری چشم قابل درمانه، اما اگه در مراحل اولیه درمان نشه ممکنه منجر به از دست دادن قوه بینایی بشه. داروهای خونگی زیادی برای آب مروارید وجود داره که شما میتونید از اینها برای درمان این بیماری در مراحل اولیه‌اش استفاده کنید. من در این ویدیو بهترین ترکیب ها رو برای شما عزیزان آماده کردم. ترکیب تخم رازیانه، گشنیز و شکر قهوه‌ای. این ترکیب ساده گیاهی ممکنه به جلوگیری از پیشرفت آب مروارید در مرحله اولیه کمک کنه. مواد لازمش: پودر تخم رازیانه، پودر گشنیز از هر کدوم 2 قاشق غذاخوری و 1 قاشق غذاخوری شکر قهوه‌ای. مواد رو خوب مخلوط کرده و ترکیب رو مصرف کنید. به طور مرتب هم صبح و هم عصر مصرف کنید تا نتایج مؤثر جهت آب مروارید رو ببینید. آب اسفناج. اسفناج حاوی مقدار زیادی بتاکاروتن و آنتی اکسیدان هایی مثل لوتئین و زئاگزانتینه که باعث افزایش سلامتی چشم و کاهش آسیب چشم ناشی از قرار گرفتن در معرض اشعه یووی میشه. 100 گرم اسفناج و 1 لیوان آب نیاز داریم. برگ های اسفناج رو بعد از شستشو خرد کنید. داخل ظرفی بریزید و آب رو بهش اضافه کنید. بذارید به مدت 10 دقیقه بجوشه. سپس برگ ها رو خارج کرده و له کنید تا تبدیل به خمیر بشن. این خمیر رو فشار بدین تا آبش خارج بشه. این آب رو 3 بار در روز به مدت 1 ماه بنوشید تا روند پیشرفت آب مروارید رو معکوس کنید. درمان سوم بادوم و شیره. این مورد از ساده ترین روش هاییه که میتونید برای درمان آب مروارید استفاده کنید. بادوم سرشار از ویتامین های ضروری برای چشمه و بنابراین میتونه بینایی فرد رو تقویت و قرمزی و سوزش چشم رو کاهش بده. مواد لازم: 4 الی 5 عدد بادوم و 1 فنجان شیره کامل. بادوم ها رو در شیر خیس کنید و اجازه بدید 1 شب تا صبح بمونه. صبح شیر و بادوم رو با هم میکس کنید و 1 خمیر به شما میده. این ترکیب رو روی چشماتون بذارید تا چشماتون تسکین پیدا کنه. ترکیب بادوم، فلفل سیاه و عسل. این روش هم بسیار ساده و مؤثره و به راحتی میتونید اون رو انجام بدید. آب ولرم 1 لیوان، بادوم 7 الی 8 عدد و پودر فلفل سیاه اندکی به اندازه مقدار میان 2 انگشت. عسل 1 قاشق چای خوری. روش انجام کار اینجوریه که بادوم ها رو وردارید و اونها رو خوب له کنید. بادومی که خرد شد رو به همراه پودر فلفل سیاه و عسل به آب اضافه کنید. این ترکیب رو خوب مخلوط کنید و روزی 1 بار بنوشید. معجزه چای سبز برای درمان آب مروارید. چای سبز منبع آنتی اکسیدان ها و مواد شیمیایی طبیعیه که از بدن در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت میکنه. چای سبز حاوی آنتی اکسیدان هایی مثل لوتئین، ویتامین سی و زئاگزانتینه که فرد رو دور از بیماری های چشم نگه میدارن. این چای همچنین حاوی فلانوئیدهاییه که به محافظت چشم در برابر آب مروارید کمک میکنه. برگ چای سبز 1 قاشق چایخوری، عسل 1 قاشق چایخوری و آب لیمو 1 قاشق چایخوری. 1 فنجون آب رو داخل یه ظرف بذارید و اون رو روی شعله کم به جوش بیارید. برگ های چای سبز رو اضافه کرده و اجازه بدین مدتی دیگه بجوشه. شعله رو خاموش کنید و چای رو با 1 درپوش بپوشونید و اجازه بدید 5 دقیقه دم بکشه. حالا چایتون رو صاف کنید و آب لیمو و عسل رو بنا به میل و سلیقه‌تون اضافه کنید. مصرف این چای دست کم 2 بار در روز میتونه بینایی شما رو بهبود ببخشه. آب هویج. ما از دوران کودکی میدونیم که هویج برای چشم فایده داره. هویج منبع عالی از بتاکاروتنه که در بدن ما به ویتامین آ تبدیل میشه و به بهبود قوه بینایی کمک میکنه. 4 الی 5 عدد هویج متوسط و 2 فنجان آب نیاز داریم. هویج ها رو به قطعات کوچیک برش بزنید و اونها رو با آب میکس کنید. مخلوط رو صاف کرده و آب حاصل رو بنوشید.
این نوشیدنی رو دوبار در روز مصرف کنید تا قوه بیناییتون بهبود پیدا کنه و بیماری آب مروارید از شما دور بشه. قطره یه چشمی عسل. این قطره احتمالاً یکی از قدیمی ترین داروهای خونگی برای درمان آب مروارده. قبل از رفتن به رخت خواب، 3 قطره عسل داخل چشمتون بچکونید. البته عسل کاملاً طبیعی و بدون مواد افزودنی باشه. این کار به کاهش اثرات آب مروارید کمک میکنه. قطره یه چشمی گشنیز. استفاده منظم از این قطره به عنوان جادویی برای درمان آب مروارید عمل میکنه. یک قاشق چایخوری گشنیز خرد شده رو در یک فنجان آب بجوشونید و چند دقیقه صبر کنید تا خنک بشه. سپس اون رو صاف کنید. از این مایه به عنوان قطره چشمی استفاده کنید. خیلی زود متوجه نتایج شگفت‌انگیز اون خواهید شد. همیشه سعی کنید برای اینکه جلوگیری کنید از آب مروارید و یا از شر اون در مراحل اولیه راحت بشین، هنگامی که به خونه برمیگردین چشماتون رو با آب خنک بشویید تا هم استرس رو از اونها دور کنید و هم ناخالصی هایی که وارد چشمتون شدن رو از بین ببرید. شما دوست عزیز، اگه در حال حاضر به آب مروارید هم مبتلا نیستین و چشمانی سالم دارین، باید به طور منظم برای معاینه‌شون به چشم پزشک مراجعه کنید. انجام معاینه چشم به طور منظم میتونه از شما در برابر حمله بیماری آب مروارید محافظت کنه. فراموش نکنید که این روش ها به هیچ عنوان جایگزین دستورات پزشک شما و حتی در موارد شدید جایگزین عمل جراحی نیستند. اگه آب مرواری در مرحله پیشرفته باشه، باید از پزشکتون حتما راهنمایی بگیرید، چون ممکنه برای شما عمل جراحی رو تجویز کنند. اما در صورتی که در مرحله اولیه هستین، این داروهای خونگی قطعا میتونه به شما کمک زیادی کنه. دوستان و همراهان عزیز، طبق معمول آرزوی ما در کانال راز سلامتی با کپسول سلامت شما دوست عزیزه. لطف میکنید اگر کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر دارید یا هر سوالی دارید در قسمت کامنت ها از ما بپرسید. همیشه سلامت باشید. در پناه ایزد منان.